محمد انور باشلق سناتور فاریاب، محمد عظیم قویاش سناتور سرپل و لیاقت الله بابکرخیل سناتور خوست ستنی هستند که به گفته لوی سارنولی و ریاست عمومی امنیت ملی بالفعل هنگام گرفتن 40,000 دلار رشوه در مزار شریف بازداشت شدند. در یک اقدام مشترک از جانب لوی سارنولی افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی بر اساس راپورهای کشفی گرفتار و موضوع تحت بررسی قرار دارد. اما برخی از منابع میگویند که این 3 سناتور میخواستند نزدیک به 100,000 دلار رشوه بگیرند. اولین بار است همچو مسئله توقیف صورت میگیره، او هم بالفعل و تمام اسناد مدارک لازمی که قانون قوانین افغانستان پیش بینی کرده بود او موجود است. مجلس سنا میگوید که این 3 تن اعضای هیئتی هستند که برای نظارت از اوضاع امنیتی و اقتصادی بلخ به ویژه چگونگی فعالیت گمرک آن ولایت به مزار شریف سفر کرده بودند. دغسی نمبدی بیا لزان سره لیل کده اوس چی راپورته شوی ده او دا د ولسی جرګه حیثیت او عزت د ټولو مشترک دی او د ټولو افغانستان د خلکو دی. در همین حال ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی عضویت محمد انور باشلق و لیاقت الله بابکرخیل را که سناتوران انتصابی مجلس سنا بودند از این مجلس لغو کرده است. ما به جدی بودن، دائمی بودن و غیر سیاسی بودن اقدامات رهبری دولت افغانستان برای پیگیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری از جمله پرونده‌های اعضای مجلس نمایندگان شک داریم. از سوی دیگر بر بنیاد یک گزارش مرکز پژوهشی پیک، رئیس اداره ملی احصائیه در سالهای 1396 و 1397 هجری خورشیدی خانه ای را ماهانه در بدل 129 هزار افغانی از بودجه عادی اداره ملی احصائیه و معلومات به کرایه گرفته بود، اما این اداره این کار را بر بنیاد قانون می داند. در هر موردی که خلاف ورزی و تخطی از قوانین کشور وجود داشته باشد، اداره ملی احصائیه و معلومات حاضر است که به نسبت او پاسخگو باشد. بانک بارها از دست داشتن شماری از مقام‌های بلندپایه در فساد سخن گفته شده است، اما این نخستین باری است که 3 عضو مجلس سنا به اتهام دست داشتن در فساد بازداشت می‌شوند.